همراه هستیم با ستاره رحمانی، فعال کارگری از لندن. آقای رحمانی، این کنش، این پویش اعتصاب قضا که از سوی فعالان سیاسی و مدنی و زندانیان در اعتراض به اجرای احکام اعدام به راه افتاده رو شما چطور میبینید؟ چقدر میتونه مؤثر باشه؟ بله، با درود به شما و بینندگان عزیز و تسلیت به خانواده های فرزند، خانواده هایی که فرزندشون از دست دادن، محمد قباطلو و بقیه عزیزان. ببینید، اون چیزی که در حال حاضر اتفاق میفته اینه که عمل واکنشی در تمام مواردی که جمهوری اسلامی حمله کرده، اعدام کرده، زندانی کرده. عمل واکنشی به این معنی که یعنی شدت اعتراضات بر علیه زندانیان در خطر اعدام آنقدر نیست که از آن جلوگیری بکنه قبل از اینکه این اعدام اتفاق بیفته. عمل کنشی به این مفهومه که جلوگیری از اعدام قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یا به معنای دیگه باید بگیم ایجاد یا کنترل یک موقعیت از طریق کنشگری برنامه ریزی شده به جای واکنش به آن پس از که این اتفاق میفته. خب مادر ستاره بهشتی جمله جالبی مطرح کرده، گفته که اگر ما با هم نباشیم همه ایمان سیاه پوش خواهیم شد. بنابراین قبل از اینکه این اتفاق بیفته باید با هم متحد بشن، برنامه ریزی داشته باشن برای جلوگیری از اعدام هایی که میشه. ببینید، اولین مسئله مهمی که ما میبینیم زندانیان سیاسی زنان میان واکنش میدن به این مسئله که بسیار مهمه از چند جنبه. اولا که نشون میدن انقلاب زن زندگی آزادی نمرده، زنده است، و اینها با زندانی کردن اینها نیز نمیتوانند از اعتراضات مردمی جلوگیری بکنن. صدای اینها از زندان میاد، صدای دو دانشجوی نخبه از زندان میاد و تعداد بسیار زیادی، و همینطور 112 کنشگر از معلمان و کارگری به این مسئله خب واکنش نشون دادن. این خوبه، بسیار مثبته و میتونه مؤثر باشه اگر ادامه دار باشه با برنامه ریزی برای جلوگیری از اعدام بیشتر جوانان ما، چه در زندان و چه بیرون. آقای رحمانی، خب ما میدونیم که معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه سفر به ایران هست برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان، درخواستی ازش شده. چقدر میتونه این درخواست عملی بشه در حالی که جمهوری اسلامی تاکنون حتی اجازه سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران رو به کشور نداده؟ بله، ببینید، خب درخواست زمانی اتفاق میفته که ما متوجه شدیم این نماینده داره میره به هر صورت به ایران و جمهوری اسلامی هم مسلماً خودش رو آماده کرده برای این و برنامه ریزی کرده که کجاها اینها رو ببره، کجاها نبره. بنابراین درخواست از اینها نمیتونه در این موقعیت مؤثر باشه، برای اینکه همین ها از قبل از اینکه برن برنامه ریزی کردن، هم جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده. بنابراین باید این کار قبل از اینکه این سفر برنامه ریزی شده باشه در پارلمان اروپا تثبیت شده باشه، اسنادی که وجود داره که جمهوری اسلامی جنایت داره میکنه، قتل دولتی داره میکنه، این اصلا در اختیار اینا قرار بگیره که اینا با برنامه بتونن تحمیل بکنن به جمهوری اسلامی که برن اون زندانیانی رو ببینن که واقعا میدونن شرایط زندانهای ایران چگونه است. سپاسگزارم از شما ستاره رحمانی، فعال کارگری از لندن.